بسم الله الرحمن الرحیم. سلام د ټاکنو خبرونه از محمد نصیر فیاض د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته ستاسو کوربه یم. د شکایاتو کمیسیون استیناف طلبي یا اعتراضونو باندې څیړنې پیل کړي دي او تر شپږو زرو شکایتونه په استینافي بخش کې درج شوي دي. هغه نقطې چې د اندېښنې وړ دي، د 300 زرو په شاوخوا کې د اعتراض وړ رای دي او د ټاکنو د کمیسیون د کار مبنا حقوقي مبنا ده چې یو څه ستونزې یا د اقل یو سوی تفاهم د ټاکنو د شرکاو په منځ کې پیدا کړي. موږ غواړو چې مجموعاً دغو مواردو باندې د ټیمو او د مشاهدو نهادو هغه اندېښنې غبرګونونه واخلو. کوم مورد د څېړو وړ ده، څومره کار د قناعت وړ ده، څومره پرمختګ شوی دی، کوم ځای کې پرمختګ له چلنجونو او چالشو سره او ننګونو سره مخ دی، نهایتاً آیا د شکایاتو کمیسیون به وتوانیږي چې په صحیح او حقوقي ډول بې له سیاسي فشار نه وشي کولی چې دا کار ته د پای ټکی کیږدي که نه؟ مجموعاً دغه موارد به څېړو نه شپه. ما له دې نه مخکې چې استودیو ته راشو خبری همکارانو یو راپورت چمتو کړی، راپورونه وروسته بهتره کړو. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پس از ثبت بیش از 6000 اعتراض استیناف خواهی می‌گوید که روند بررسی برخی این اعتراض‌ها آغاز شده و شمار اعتراض‌ها در حال دسته‌بندی قرار دارند. کمیسیون مرکزی شکایت مکلف است موارد اعتراض بر تصامیم کمیسیون‌های ولایتی شکایت را بر روی اسناد و مدارک بررسی مجدد نموده تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. با آنکه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به اساس فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی این نهاد فهرست 5378 محل رایدهی را به کمیسیون مستقل انتخابات برای اجرایی کردن بازشماری آرا فرستاده است، اما اعضای این کمیسیون می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا اکنون در مورد این محل‌ها به فیصله نهایی نرسیده است. پیش از اینکه به بازشماری بره، ما باید به خاطر اینکه استیناف خواهی شده، اگر باشد در این زمینه که شده، ما باید یک فیصله داشته باشیم تا یک دفعه به بازشماری بریم. بیشترین اعتراض های ثبت شده نیز در مورد حدود 300,000 رای جنجالی است. یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید می کند که پس از جمع‌بندی تمامی پرونده های استیناف خواهی پیش از 15 روز تعیین شده به یک فیصله خواهند رسید. این شکایات در می ارتباط ثبت شده، ما فکر میکنم که 15 روز میاد قانونی که برای کمیسیون مرکزی هم داده شده، حتی قبل از او ما میتونیم که یک نوید برای هموطنان رو بتیم. به باور آگاهان انتخاباتی، دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نمیتواند در زمان تعیین شده به این اعتراض‌ها رسیدگی کند. کمیسیون شکایت باید عدالت ترجیح بده، اما باز مشکل او است که از یک طرف اینا نتوانه زمان رعایت بکنه و از طرف دیگه نتوانه که عدالت رعایت بکنه، باز اونجا بسیار زیاد مشکلات. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که فهرست فرستاده شده از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نامنظم است و باید تنظیم شود. مونږ سره په استودیو که ښاغلی پاینده محمد حکمت د ثبات و همگرایی د تیم غړی حضور لري، ښه راغلاست وایو تاسو ته. لومړۍ پوښتنه، تاسو څومره استیناف طلبي شکایتونه درج کړي دي او څومره امیدوار استئ چې دا کار په سمه توګه مخې لاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د بحث قدرمنو کتونکو ته وړاندې کوم. د استیناف طلبۍ په مرحله کې زموږ 4,370 شکایتونه خوشبختانه چې د تایید وړ ګرځېدلي او د ټاکنو د شکایتونو مرکزي کمیسیون ډاډ راکړی او د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې ده چې دوی به بشپړ عدالت او شفافیت او ټاکنیز قوانین او طرزالعملونه په پام کې نیسي او حق به حقدار ته سپاري. څو کټګوریو کې زموږ تقریبا د خارج د ټایم نه دي او یو لکو او شپږ اووه دېرش زره او شپږ سوه دېرش رای چې په مشکوک ډول سیستم ته داخلې شوي دي، هغه محلونه چې بایومتریک نه دي، خیالي دي. دا هم په لومړي سر کې په دې اړوند شکایتونه درج کړي وه. بلې، ولې شکایت کمیسیون په دې نه و کار کړی چې تاسو استیناف طلب شوي؟ په ډېر تعصب سره که تاسو د شکایتونو د کمیسیون په ولایتونو کې پرېکړو ته وګورئ، متفاوت چلند شوی. یعنې په خارج د ټایم نه په یو ولایت کې، په قندهار کې دا مطلق رد شوي دي، په ننګرهار او پکتیا او دې ته ورته نورو ولایتونو کې دا بیا شمېرنې ته تللي دي. بدون بایومتریک رایې په ځینو ولایتونو کې پرته له دې چې
باید باطل شي باطل شي وینه دي بیا شمیرنه تللی دي ځنی کیسونه وی دی ویجا کیسه یا اختصاصي په توګه باندې مرکز ته محول شو دي یعنی په ټوله کې دا د دیمانه ده چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون په همغږی سره یا زبه وایم چې نه ده توانیدلی چې لا اقل توفیر وکړي او یا لا اقل هغه قوانین چې په ځینو مواردو کې بیخي صراحت لري او هغه دا ده چې خارج د ټایم نه قوانین حکم کوي طرزالعملونه حکم کوي چې دا مطلق باطل دي یعنې نه بیا شمیرنې ته اړتیا وه او نه دا آیا په لومړي سر کې تاسو ناهیلې شوئ له دې چې د شکایتو کمیسیون ولایتي اداکل هغه حقوقي تګلاره بیلابیل وه متناقضه وه؟ نه دا چې دوی قانوني برخورد ونه کړل په ډېری مواردو کې یعنې په هغه مواردو کې په ځانګړې توګه چې بیخي واضح صراحت موجود وو چې مثلا بدون بایومتریک رایه مطلقه باطله ده په هیڅ صورت نه موږ ته نه د افغانستان خلکو ته د منو بدون بایومتریک یعنی څه کوم رایه یعنی چې هغه رایه چې بایومتریکي معلومات ونه لري هغه صندوقونه چې خیالي سیستم ته داخل شوي هغه رایه چې یو لکو آیا داسې رایه په ابتدایي څېړنو کې تایید شوي دي زموږ شکایتونه په دې موارد کوم ولایتونو کې د افغانستان په ډېر یعنی دا په بیلابیل ولایتونو کې تقریبا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې مثلا یو محل یا دوه محله په یو ولایت کې څلور محله په بل ولایت کې اته محله تاسو رقیب ټیم وای چې تاسو فقط خیالي خبرې کوئ او اسناد دغه ترڅنګ نشته مثلا چې مشکوک رای باید اسناد ثابت کړي کوم مشکوک زه ستاسو ډیره په ځای پښتنه ده که چیرته زموږ شکایتونه خیالي وو یا مو شواهد او مدارک قوي نه وو اثباتي نه وو نو د شکایتو کمیسیون په استینافی کې زموږ دغه شکایتونه بیا نه اخیست په لومړی برخه کې حداقل نږدې 10,000 شکایت رات شول په دې دلیل چې اضافي وو یا بدون اسناد ولی خوشبختانه چې په استیناف طلبۍ کې تقریبا 90% زموږ شکایتونه بیا اعتبار ورکړل شوی نه هغه شکایتونه چې په ولایتونو کې رد شوي مرکزی کمیسیون بیا ولی د شکایتو ولایتي کمیسیون یا بخشو څو ډوله فیصلې کړې دي آی په دې اړوند تاسو ته د مرکزی کمیسیون څه ځواب درکړه تروسه هیڅ جواب مونږ ته نه درکړ شوی او مونږ په دې برخه کې د جواب غوښتن کیو د توضیحات غوښتن کیو یا خدای دې چې په ځینی ولایتونو کې ځینی دوستان توفیری چلند کوي یعنی هغه بشپړه به ترپی چې باید دوی ساتلی وي نه ساتلی یو یا دا چې د قوانینو نه نابلتیا ده نه خبری ده او درېمه دا چې هغه اخلاقی جرأت هغه مسؤلوي وظیفوي جرأت چې باید دوی کړی نه دی کړی نو بنار زمونږ هله دا چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون نه یوازې ده چې عدالت تامین کړي نه یوازې د شفافیت تامین کړي بلکې په دې مورد کې هم د افغانستان خلکو ته ځواب وایي چې هغه ځای کې چې د قانون او د طرز العمل صریح نص موجود ده څنګه کېدای شي چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون ولایتي مسولین هغه رد کړي او یا یې محول کړي مرکزي کمیسون ته کله چې ما د شکایتو کمیسون له غړو سره یا د خپل وایندانو سره خبرې کړې دي هغوی ډېر زیات داسې شفاف ډول باندې ځواب نه دی ویلی اما ویلي دي چې ځینې شیان منوط له بیا څېړنې لپاره دي کله چې تاسو وایئ چې 1,200 رایې بیا شمېرنې لپاره تللي دي مرکزي دفتر هم زیات په دې ټینګار کوي چې دا باید بیا شمېرنې ته لاړ شي تر څو تثبیت شي فکر کوئ چې تک بیا شمېرنې ته د تایید چانس زیاتوي په هغه صورت کې به خبره موږ څه وي فیاض صاحب دوه متفاوت غږونه دي یو غږ د دې پروسې له ابتدا نه پرونتوب شفافیت عدالت او حق حقدار ته سپارل دي دا که د ثبات او همپالنې د ټیم په حق کې که د دولت ساز په ټیم د ټیم په حق کې او یا د بل ټاکنیز محترم ټیکټ په حق کې بل متفاوت غږ دا ده چې تقلب باید توجیه شي تقلب تبانجوی وشي تقلب د افغانستان په خلکو تحمیل شي د چا لخوا؟ د دولت ساز ټیم لخوا اما دلته موږ د شکایت کمیسیون په اړوند خبرې کوو رازم دي ولی په ډېر تعصب سره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جمع دولت ساز دوی په لومړۍ مرحله کې همدا کار وکړي تقلب توجیک تقلب د افغانستان په خلکو باندې ومنو ولی خوشبختانه چې خلک استاده دي ولال دي نه مني او په دغه مرحله کې چې وسته شکایتو د رسیدګۍ مرحله رد او اثبات تقلب باید په یو نهاد کې په نامه د شکایتو د کمیسیون وشي نه زمونږ د ذهني تراوش نه زما پوښتنه دا ده چې که شکایتو کمیسیون د خپل طرز العمل پر اساس چې تاسو ویل دغه رای بیا شمیرنې ته لیږي هغلته نور فاکتورونه هم شته چې د کمیسیون د خپلواک ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبره نور فاکتورونه هم شته چې د ده هغه شفافیت تثبیتوی شي بایومتریک جدول ریزلت شیت امضاګانې نور شیان چې په دغه ورځ د رایې اچول شوي دي او دا قانوني دي په هغه صورت کې که شکایتو کمیسیون دا رای تاییدوي اکثریت یې څه خبرونه راځي پروسه ډېره واضحه ده یعنی خوشبختانه په دې ټاکنو کې دا په 2019 کال کې چې ترسره شول رایه تعریف شوې ده یعنی زه چې کله صندوق ته ځم یا احمد یا محمود زی ورته ویل شوي دي چې ته په کومو شرایطو باید ولاړ شي او رایه واچي په ډېر تعصب سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لومړۍ مرحله کې هغه تعریف شوې رایه
داغه برخلاف په ډیری مواردو کې چلند وک دغه پروسه چنن د چالش سره مخ ته دا مونږ چې د دې متناقضه تعریف ته یا استاسو تعریف ته یا د دولت ساسیم دواله شریک رازم رازم دا مونږ چې تر اوسه پورې تقریبا څه کم څلور میاشتې تیریږي نتیجه مونږ ته ترلاسه کړي مسولیت یې ټاکنو د خپلواک کمیسیون جمع دولت ساس ټیم دی چې دوی ما ویل مخکې تقلب توجیه کړ او د افغانستان په خلکو باندې یوه تقلبي رایه تحمیل کړه ولی خوشبختانه چې افغانان ولاړ دي له خپل رایو دفاع کوي او هیڅ وخت هم ډېر زیات کم دی بیا زه خپل پوښتنې ته راغلم ما خپل ځواب وانخیست دا جمله پورې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان سیاسي زعامت تقلب جالو تصویر وټاکي دا کلیشه ده دا خبره ډېر زیات تکرار شوې بیا یې پوښتنه کوم شکایت کمیسیون مختاره ده چې وی څوري مستقله ده چې وی څوري بدون له دسکا چې تاسو دولت ساس یا کمیسیون دیغه په چرنه کې دخالت وکړي ولایتي دفتروی د تاسو د ذهن برخلاف ځینې شان تاسو ویلي رد کړي ځینې تایید کړي ځینې استثنایی کیس په ډول مرکز سره لګیږي که عین قضیه د هغه تلویحي خبرو پر اساس چې د کمیسیون کمیشنران او رسنیو سره کوي زی بیا شمیرنې ته درایي او اکثریت یې تاییدیږي څه غبرګون وایي تاسو یو شی چې موږ پرې باندې تاکید کوو هغه د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون بشپړه بېطرفي ده سلیقي برخورد باید ونه کړي مغرزانه برخورد باید ونه کړي او دوی د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې باید لوبه ونه کړي دا اندېښنه شته او یو بل نه ښاغلی دا اندېښنه شته رازم که دوی خپل مدیریت همغږې نه کړي که دوی خپل مدیریت ویښ نه کړي له دغه موجوده حالت نه راونه باسي له دې بهتر تشویش کوم ځای د دوی مدیریت ویده ده له دې بهتر تشویش کوم ځای د دوی مدیریت ویده ده دا په دې معنی تاسو وکړه چې په ولایتونو کې له یوه کیس سره له یوې قضیې سره متفاوت برخورد وشي کله چې قانون شته کله چې طرز العمل شته کله چې لایحه واضحه ده کله چې صلاحیتونه او مکلفیتونه او مسؤلیتونه واضح دي څنګه کېدای شي چې له یوې قضیې سره متفاوت چلند وشي نو بنا دلته موږ ویلی شو هغه مدیریت او ظرفیت چې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون ته په کار دی هغه سیاسي خپلواکه اراده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کار ده باید عملي کړي او همدا یې وخت دی تاسو فکر کوئ چې په لومړي سر کې چې ولایتي دفترو کې څوګوني تصامیم ونیول شو دا په دې مفهوم ده چې مرکزی دفتر کې یا مرکزی څیړنو کې به عین اندېښنې د ناهمغږۍ او د ضعف وجود ولري که نه فیاض صاحب یوازنۍ مرجع چې د عدالت او د شفافیت د تامین تقاضا ترې نه کېدای شي د شکایتو کمیسیون دی د شکایتو کمیسیون ته په کار و چې دا ټول فکتورونه یعنی دا اندېښنې شته که نه رازم دا بیخي عمل کې ثابته شوه مرکزی دفتر کې هم دا اندېښنې شته د شکایتو کمیسیون ته په کار و چې په ولایتو کې خپل مسؤلین تفهیم کړي وي ټرین کړي وي او قوانین له اقل هغوی ته تشریح کړي وي که هلته قانوني برخورد شوی وي زه باوري یم چې نن به د استیناف حجم دومره نه زیاتېده زه باوري یم چې دا پروسه به دومره نه څومره ممکنه ده چې ستاسو هغه ټولې اداګانې عملي کېږي نه او کمیسیون برخلاف ستاسو تصمیم بل فیاض صاحب یو د ادعا بحث دی یو د مقابلې د رقابت بحث دی یو د عدالت غوښتنې بحث دی دلته بحث دی دا تاسو شکایت سره مدعی است د ثبات او همپالنې د ټیم غوښتنه یوازې او یوازې عدالت دی ولو که دا عدالت د ثبات دولت ساس ټیم په حق کې هم آیا د عدالت د تر پښو کولو فاکتورونه تاسو وینئ دا اندېښنې شته د یو افغان په توګه زه ویلی شم لااقل باید د ټاکنو د شکایاتو محترم کمیسیون له یوې قضیې سره په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیره حساسه او مهمه مرحله کې متفاوت دغه شکایت چې تاسو لرئ دولت سازم لري دولت سازم عینه وایي چې باید نه وکړي څوګونی فیصلې شوي دي باید داسې ونه شي همدا شیان اما تاسو یې د رد غوښتونکي یاستئ هغه د تایید خو قوانین واضح دي خارج د ټایم نه رایې چې دا باطله ده بدون بایومتریک رایه مطلقه باطله ده هغه رایه چې سیستم ته مشکوکې داخلې شوي دي مطلقې باطلې دي که نه راد شي د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون جمع دولت ساز او هغه څوک چې د دې پلوي کوي د افغانستان خلکو سره د بحث وکړي ځواب دی وي په دې برخه کې که نه هر مسؤلیت چې مخې ته راځي اوس د امتحان پارچه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د کمیسیون په میز پرته ده او د دې پرسې وروسته به د افغانستان خلک نمرې ورکوي چې د شکایتو کمیسیون ته لس نمرې ورکوي که سل نمرې ورکوي که عدالت تامین کړو حق حقدار ته وسپاره زما خبره ډیره عامه ده یعنی ولو که دا حق د تورسن سه په حق کې د حکمتیار سه په حق کې د نبیل سه په حق کې موږ د عدالت تامین غواړو د شفافیت تامین غواړو شفافیت غواړو د ټاکنیز عدالت تامین غواړو ډیره زیاته د دې پورته هیڅ شی نه غواړو ښاغلی کمال ډیره زیاته مننه چې حضور مو راوړ یو لنډه ما بیرته ورکړه یک نقطه
جالب و همزمان متضاد بین دو تیم، تیم ثبات و همگرایی از نوع برخورد چندگانه کمیسیون های ولایتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان شدید اعتراض داره، اعتراض را که تیم دولت ساز هم پیرامون همون مسئله داره. فقط فرق بین دیدگاه دو تیم یا دو رقیب انتخاباتی است که تیم ثبات و همگرایی خواستار مردود شدن، نفی یا ابطال 300 هزار رای مورد نزاع است که به دلیلشان بیشتر جنبه قانونی نداره و تیم دولت ساز برخلاف از او. آیا کمیسیون میتونه همزمان دو طرز دید متناقض را با یک رویکرد اقناعامیز بپردازه یا نه؟ و نهایتاً چقدر این دور پرچالش خواهد بود کار بعد از استیناف طلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان؟ خوش آمدید بگه با ما جناب آقای دکتر محمد شفیق خواتی عضو دسته انتخاباتی تیم دولت ساز حضور یافتند. خوش آمدید بگه. مرحله دوم کار کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان چقدر حساس و چقدر هم پر از چالش خواهد بود به قول شما؟ با نام یاد خدا و با سلام احترام خدمت شما بینندگان محترم، خب طبیعتاً تمامی مراحل کار کمیسیون ها حساس هست لحظه به لحظه و فعلا چون در مرحله آخر رسیدیم از یک جهت تعیین کننده و حساس تر هست. یقینا بحث استینافی ها یک مقدار سرد کرده و شکایاتی که مستند نبود، شکایاتی که اعتباری نداشت، مستندات کافی نداشت کنار گذاشته شده و حالا شکایاتی که در واقع در اثر استینافی به کمیسیون داده میشه یک مقدار میتونه حجم شکایت ها را کمتر و در عین حال از یک مقدار استندات بهتر برخوردار بکنه و تعیین کننده است. دیده شود کمیسیون شکایت با وظایف خود مطابق قانون عمل لبه میکنه. سکوت برد شما 11500 رای در این دوره است که اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان با توجه به شکایت مندرجه ای ابطال کنه انتخابات میره به دور دو. اما آنچه که از درون تیم زمزمه میشه سقف آرا باید بلند شوه و شما برین به 52 اشاره چند بلد. چقدر این مورد پیگیری شده و امیدوار هستین که برین ببینید چنان که شما در جریان هستید، ما قبل از پروسه رسمی و قانونی درج شکایات هیچ وقت از تقلب صحبت نکردیم و کسی را متهم نکردیم، به خاطر از اینکه منتظر بودیم که کمیسیون انتخابات چی میکنه و چی مقدار آرا را اعتبار میبخشه و چی مقدار آرا را با اسناد و شواهد ابطال میکنه و چی مقدار دیگر را در واقع بدون اسناد و شواهد احیانا باطل خواهد کرد. بعد از اینکه ما کار کمیسیون انتخابات را ارزیابی کردیم و در اون 3 روزی قانونی که برای درج شکایات داشتیم و سایر تیم ها داشتن شکایت خود را ثبت کردیم، چنان که میدانید از سقف 16500 شکایتی که ثبت شده بود از طرف تمام تیکت ها تنها 9000 شکایت اعتبار داده شد و این حکایت از این بود که در حکایت از این داشت که 7000 شکایت بسیار بی خود ثبت شده که قسمت عمده اینا مربوط به تیم ثبات همگرایی میشد، فقط حجم شکایت رو بالا برده بودن. ولی شکایت که ما درش کردیم و به می خاطر اطمینان داریم ان شاءالله که حداقل 3-4% در رأی ما اضافه میشه کاملا مستند هست. بر اساس 4370 شکایت در استیناف طلبی قبول شده از تیم درست. رقیب شما، در حالی که شما درست. فکر 11164 رأی چی استیناف. بله. حالا این حجم چقدر میتونه که یک تهدید باشه برای شما؟ حجم برای ما تهدید نیست. شما ببینید وقتی که صحبت، حالا یک گلایه هم از دوستان رسانه‌ای دارم که یک چیزی را که تیم ثبات و همگرایی به دهن رسانه ها و در واقع فضای عمومی انداخته امیر تکرار میکنیم، 300 هزار رای مورد اختلاف. ما هرگز اصطلاح قبول نداریم. 300 هزار رای مورد اختلاف نیست، مورد ادعای تیم ثبات و همگرایی هست و کمیسیون کار خود کرده بر اساس طرز العمل، بر اساس قوانین، بر اساس تمام روایه های معتبر خود به اینا اعتبار بخشته و هیچ خلل در اینا نیست. هیچ سندی و هیچ مستندی که بتونه آرا رو باطل نشان بده وجود نداره. اگر باطل نشان میداد فقط یک سوال ما دارم، 17000 محل پوشش میده می 300000 رای، 137000 و 102000. بله. در این صورت باید 17000 شکایت تیم ثبات و همگرایی معتبر شناخته میشد تا اینا رو پوشش میداد. وقتی ما میایم روی 4000 شکایت، یعنی این که اصلا هیچ ربطی به اون لاقل 1200000 رای، 137000 رای که آرای قابل ملاحظه است، 2000000 رای تشکیل میده. قابل حالا دو پکیج مشخص هست. درست، ولی مشکلی هست که از منظر تیم ثبات و همگرایی رسانه ها در واقع رقم دریافتن که اینا مورد اختلاف هست. حالا اختلاف بین شما و بین از اونا نه، اختلاف بین شما مبنی بر تایید و اختلاف بین از اونا مبنی بر رد. ولی بحثی هست که کمیسیون محترم کاملا مستند بر اساس طرز العمل، بر اساس قوانین مشخصا به آرا اعتبار داده و اعتبار بخشیده و باید هم اعتبار بخشیده میشد، به خاطر از اینکه هیچ کمیسیون انتخابات 1200000 1300000 معتبر شناخته شد. مشکل کمیسیون انتخابات پاس کرده، هیچ مشکلی در اون وجود نداره.
و تیم ثبات او زمان هم شکایت های خود داشتن. بنابراین نکته برخلاف سخنگوی تیم شما چند شب پیش گفت که ما از برخورد دوگانه ای کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان جدا ناراض هستیم، در برخ موارد تایید کرده، در برخ موارد رد کرده. اون موارد دیگه است. ببینید شکایات ما کاملا شکایات جدید هست بعد از فیصله کمیسیون انتخابات که نتایج ابتدایی را اعلام کرد، ولی شکایات تیم ثبات و همگرایی هم شکایت هایی هست که در زمانی که در کمیسیون انتخابات کار جریان داشت و شکایت ها رو داشتن، همون را ثبت کردن. شما در جریان هستید پیش از اینکه شکایت شما در مورد چی است آقای خاطری؟ تیم ثبات همگرایی ببینید قبل از اینکه نتایج ابتدایی اعلام شود در مورد 37000 رای صحبت داشتن، در مورد 102000 ملاحظه داشتن، 86000 رای ملاحظه داشتن. دقیقاً 86000 بررسی شد که قسمت عمده از اونها ابطال شد و اساساً از اون کاتگوری خارج شد. ما 137000 و 102000 تا هنوز ما نمیتونیم باز 300000 صحبت بکنیم. اولا که 200 چند هزار میشه. یک نکته دوم ایش شکایات بود که تیم محترم ثبات و همگرایی قبل از اعلام نتایج ابتدایی داشت و کمیسیون اینها را در طی 10 صفحه‌نامه مستند و مستدل برایشون ثابت کرد که آرا قابل ابطال نیست. بنابراین فعلا به کمیسیون شکایات باز دوباره در بررسی های ولایتی بله نه در مورد 137000 102000 عرض کردم که کمیسیون انتخابات پاس کرد و تیم ثبات دوباره تکرار میکنه به جان کمیسیون شکایات هم همین اعتراضات بررسی وظیفه مطرح کرده است نه از انتخابات آقای خب میگم تازه نیست، یعنی شکایاتی که فعلا اینا درج میکنه اینا قبلا هم به کمیسیون انتخابات درج شده بود، خب تازگی نداره و بنابراین مبنای قانونی نداره. اگر مبنای قانونی میداشت کمیسیون انتخابات اینا را ممکنه در موردش آیا کمیسیون انتخابات میتونه به شکایت ها رسیدگی کنه به نظر شما؟ بس ابطال آرا وقتی شما مستند ارائه میکنید که این آرا اعتبار نداره کمیسیون انتخابات باید اون را ابطال آرا صلاحیت کی است؟ صلاحیت کمیسیون انتخابات. کمیسیون شکایت ابطال نمیتونه، کمیسیون میتونه پیشنهاد بده حتی در این مرحله. این بر اساس قانون یعنی برمیگرده. حکم کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر رد و تایید منوط به تصمیم پذیرش کمیسیون انتخابات است. بله. بر مبنای کدام قانون؟ بر مبنای خود قانون انتخابات ماده 108 چی گفته بود؟ برمیگرده به کمیسیون انتخابات. کمیسیون انتخابات اگر دیدگاه کمیسیون شکایات را پذیرفت بسیار خوب، اگر نپذیرفت بر اساس قانون دوباره یک کمیسیون مختلف تشکیل میشه. اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای وعده یک حوزه را مکمل رد کرده باشه، کمیسیون مستقل انتخابات میتونه اعتراض کنه تا کمیسیون مختلط ایجاد شود. نه به اینکه محلات اگر اونا ابطال کنن حکمش نهایی است. بحث ابطال از وظایف کمیسیون انتخابات است، باید کمیسیون شکایات به کمیسیون انتخابات بگه و کمیسیون انتخابات میتونه بپذیره. حکم ابطال کمیسیون شکایت میتونه حکم صادر میکنه، ولی کمیسیون انتخابات باید یا میپذیره یا نمیپذیره. اگر بپذیره در مراکز بله، اما در محلات این صلاحیت کمیسیون انتخابات نداره. کمیسیون انتخابات ببینید اگر اختلاف پیش بیاید در هر صورت کمیسیون شکایت در محلات کدام کمیسیون مختلط باید شکل بگیره و کمیسیون مختلط اگر حل بتونه خوب نکنه میریم به سمت محکمه اختصاصی. حالا بحثی هست که در مجموع کمیسیون شکایات چیزی جدید تیم ثبات نگرفته. عرض کردم که مستندات کافی وجود نداره، ولی ما وقتی شکایت ها رو مطرح کردیم کاملا حرفای جدیدی هست. چی هست حرفا؟ یکی از موارد بس اختلاف که شما مطرح کردید پیشتر، مثلا از باب نمونه اختلاف بین ورقه برگه کاغذی آرا و بین دستگاه بایومتریک است. مثلا در بامیان همین شکایت مطرح شده بله. به نفع تیم ثبات به او رسیدگی شده، عین شکایت ما در ننگرهار داریم به شکایت ما رسیدگی نشده عکسش. خب ما میگیم باید یک بام و دو هوا نباشه، باید رسیدگی شوه. موارد دیگری داریم که مثلا در خود 182 شکایت اول در مورد تفاوت آراست بله. 5 رای پایین و بالا نه، از 5 به بالا، از 5 به پایین، از 1 تا 5 که ما حرف نداریم، چون طرز العمل به ما اجازه نمیده که ما اعتراض بکنیم. برخلاف تیم ثبات که طرز العمل نادیده گرفته سر از اون مشکل مطرح کرده، از ما تفاوت بیش از 5 رای هست در مواردی بوده که نادیده گرفته. در موارد بیش از 5 تفاوت 5 رای به نفع تیم ثبات و همگرایی در از جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان محلی نادیده گرفته شده. محلی کمیسیون شکایت محلی بامیان بله. عین شکایت ما در ننگرهار داریم، به شکایت ما رسیدگی نشده و در ننگرهار ما مواردی پرشماری داریم که بر اساس فیصله 105 کمیسیون باید اعتبار داده میشد، ولی مطابق از اعتبار داده نشده که در حدود 9000 رای 10000 رای در ننگرهار به نفع ما هست که مطابق فیصله 105 باید اعتبار داده شود. هیچ دلیلی مستندی وجود نداره. پاسخ کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان حداقل چیزی بوده برای شما؟ نه پاسخ نه رسیدگی نشده. 182 شکایتی که ما داریم در ننگرهار
رسیدگی نشده ما استنافخواهی کردیم، باید کمیسیون مرکزی شکایت آیا جز استنافخواهی وضاحت هم در اقبال ازی داده شده؟ بله، ما کاملا اسناد و مدارک ارائه کردیم به کمیسیون مرکزی. چقدر مطمئن هستین که کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی عین چلند را نکنه قسمی که کمیسیون ولایت کرده؟ خب ما توقع داریم که کمیسیون انتخابات بر اساس قانون، بر اساس طرز العمل رسیدگی بکنه، توقعی هست. اما اینکه کمیسیون چیکار میکنه باید دیده شود. چقدر در قبال کار کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان حداقل نگرانی های وجود داره؟ قبلا هم صنفی های شما یا هم تیمی های شما در رسانه ها بودن، این میز با ما گفت که دیدگاه های عقدایی در درون کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان ما از کل نهاد شکایت نداریم. گاهی اظهار نظرهای غیر مسئولانه یا با کمال بدقتی صورت گرفته، حالا او را ما بالاخره نمیتونیم به کل کمیسیون سرایت بدیم. از باب نمونه، قبل از اینکه شکایات به دست کمیسیون شکایت برسه، شما هم رسانه ها حتما در جریان هستید، یک از اعضای کمیسیون اعلام کرد که احتمال میره انتخابات به دوری دو بره. خب وقتی شما اصلا شکایت ها را هنوز دریافت نکردید، بررسی نکردید، چطوری سخن میگیدین؟ پیش داوری هست. ما از رقم اظهار نظر ها و موضع گیری های در واقع پیش از وقت شکایت داشتیم. اگر برخلاف دید شما کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان تصمیم میگیره و آرای قابل ملاحظه شما را نفی یا ابطال میکنه، شما متکی به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهد ماندین؟ مبنی بر رسیدگی حوزه‌وار تا محلات و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات هم نیست، چی واکنش خواهد بدونه؟ ببینید، ما کاملا تابع قانون هستیم، تابع طرز العمل ها هستیم. تا حالا نه به کمیسیون انتخابات سفارش کردیم، برخلاف برخی تیم هایی که در زمان شمارش یارا دستور میدادن، گاهی متوقف میکردن، گاهی تهدید میکردن، ما هیچ وقت نه تهدید کردیم نه زور گفتیم، حتی شکایت های خود را گذاشتیم تا زمان قانونی شکایت برسند. نه در رسانه ها هیداد زدیم که تقلب شده و دیگر را تقلب کردن. حالا هم منتظر هستیم که کمیسیون محترم شکایت مطابق قانون، مطابق طرز العمل به وظایف خود عمل بکنه. ولی اگر یک زمانی دیدیم که خلاف دستور العمل و خلاف طرز العمل های خود، خلاف قانون تصمیم بگیره، خود در زمانش باز ممکنه اعتراضات خود داشته باشیم. خب ممکنه کار بکشه به کمیسیون مختلط. هر دو کمیسیون برای ما محترم شما نیست آقای خواتی، وسالت خب میگم دیگه خب درست است. ممکنه پس در این مورد شما متکی میشین دوباره با کمیسیون مستقل انتخابات ما به هر دو کمیسیون بالاخره استدلال و مستندات خود ارائه خواهیم کرد. طبیعتا بسیار زیاد تشکر از حضور یافتین آقای خواتی. یک وقفه کوتاه زود برمیگردیم. محمد یوسف رشید، رئیس جایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، یکی از نهادهای مشاهد در انتخابات های مختلف افغانستان و تیم ناظر از اجرات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات پارلمانی و همچنان در انتخابات ریاست جمهوری موجود و ناظر در رویکردهای کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان است. ادعاها از جانب دو تیم طبیعتا متعارض است. نوع نگاه هر دو تیم نسبت به کار واحد دو چیز متفاوت است و هوادارای دو تیم در افکار عامه هم دیدگاه‌های متعارض دارند. حالا این وسط حداقل افرادی که خیلی بی‌طرف هستند خود گم کرده کی راست میگه کی دروغ و نهایتاً کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چقدر طرز دیدشان مستقلانه و بر مبنای قوانین استوار بوده تا دیدگاه‌های سیاسی و سلیقه‌های شخصی. خوش آمدید بگم آقای رشید. شما را ارزیابی شما از کار کمیسیون شکایت انتخاباتی، برخی کارهای ولایتی تمام شد، کار استیناف خواهی هم به ارزیابی گرفته شد، تا به حال را چقدر روند درست بوده در این بخش و چقدر چالش؟ ممنون. سلام خدمت شما فیض و بینندگان محترم تلویزیون. یک نگرانی که داشتیم و قبلا در بحث هم را شما مطرح کرده بودیم که ممکن فیصله های کمیسیون های ولایتی شکایت بیشتر مورد پذیرش قرار نشه، واقع نشه و ما سطح استیناف خواهی را در یک درجه بلند داشته باشیم. بدبختانه که اون نگرانی ما تقریبا حقیقت پیدا کرد و امروز می‌بینیم که اگر شما از بین 16500 شکایتی که در سطح ولایت داشتین، 10000 شان در حدود 10000 از طرف کمیسیون ولایتی رد شد به دلایلی که گفتن مراجع نبود یا معتبر نبودن یا توجیهات نداشتن، در حدود 6500 اونها مورد بررسی قرار دادن. امروز تقریبا به مو پیمانه شما مورد استنافی را دارین. بران واضح میشه که کار کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی بیشتر مورد قناعت طرفایی که شکایت کردن یا شاکی بودن واقع نشد. یک مقدار شاک دهنده هم بود آقای رشید. حداقل در یک بحث حقوقی 4-5 دیدگاه یا اکشن های مختلف. میایم چرا این رقم از بابت استنافی بلند رفته؟ یک بخش از موارد استنافی ارتباط میگیره با رد شکایات. مثلا در یک ولایت شکایت رد شده، گفته که خوبی مقنعه نیست برای ما و قانونی هم نیست، مستندات قانونی نداره. خب ولایت دیگه باز او را قبول کرد، عین شکایت قبول کردن،
و در پروسس انداختن. یک جای دیگه او رو به حالت استثنایی تبدیل کردن. حال این انتخابات پارلمانی نیست که شما هر ولایت حوزه انتخاباتی داشته باشین. خب اینجا شکایت کننده یک تکت انتخاباتی است. او شکایت که میکنه میگه من 500 یا 600 یا 1000 یا 5000 شکایت دارم. باش معلوم است که فرمسال 1000 در این مورد است. در این ولایت ها، در این محلات. وقتی پس فیصله رو میگیره باش معلوم میشه که در کیس مشخص تقریبا 5-6 نفر برخورد شده. اداره طبیعی هم است. اگر ما شما باشیم خب کدام فیصله قبول بکنیم، ردش قبول بکنیم، حالت استثنایی قبول بکنیم، اعتبار یا بی اعتبار بودن شق یک مورد است که وادار شدن اونها بیان بیشتر به کمیسیون مرکزی مراجعه بکنن و حالت استثنایی رو بخود بگیرن. بحث دیگه ارتباط میگیره با فیصله ها روی شکایت. شکایت مشابه است در چند ولایت، در یک جای برش او رو باطل کردن. مثلا شما شکایت کردین که این آرا برای ما قابل قبول نیست، مستندات دارین، میگه خب این باطل. یک جای دیگه با این شکایت دارین، او رو گفته که خب این غیر معجز یا بالاخره با باشمور یا تفتیش. یک جای دیگه او رو به استثنایی روان کردن. اینا رو ای عین سرنوشت داره. این دو حالت شد که بالاخره سطح استثنایی رو بلند برده. و حالت سوم بیشتر ارتباط میگیره با او قضایایی که خب هر تکت انتخاباتی صاحب تمرکز شکایتشان واضح و روشن است. هر تیم معترض مثلا پیش از اعلام نتایج ابتدایی معلوم بود که کدام صاحبشان تارگت است، کدام فیصله، کدام نوع آرا. دیگه اونها که بیسون شکایت خباتی را هم از بابت شکایت به سطح انفرادی را محل است، هم از لحاظ استثنایی دیگه تقریبا تارگت قرار دادن. دیگه امروز که بیسون شکایت خباتی در یک حالت قرار داره که یک طرف فیصله که بیسون های ولایتیشان به نحو چلنج شده، از یک طرف دیگه به حساب اینها با یک رقم کلان از مورد استثنافی مواجه شدن. از جانب دیگه هم تقریبا 5000 وا راجع کردن به برشماری و تفتیش و اینو نمی‌فهمن که آیا او مواردی که با شماری و تفتیش راجع شده مورد استثناف قرار گرفته یا نه. این طرف دیگه کیسای استثنایی یا شکایت استثنایی هم داره. دیگه برای کمیسیون شکایت انتخاباتی در این حالت واقعا هم مسئله سخت از هم آسان. آسان بی که فرمثال اگر اینها بتونن کیسای استثنایی شکایت استثنایی رو بیشتر مورد توجه قرار بدن، شاید تحت پوشش از او بتونن که بسیاری مواردی که بعد در شکل شکایت انفرادی اومده حل فصل شد. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی آقای یاسین جواب ما گفت که کیسا را به گونه مجموعی یا پکیجوار بررسی نمیکنن، بلکه شکایت ها را به گونه جداگانه بررسی میکنن، محلوار بررسی میکنن. به او اساس او بحث 1,200 و 1,37,000 و چیزایی که در یک حجم کلان میاد اونا مشخصا در یک نام بررسی نمیشن. خب اینا دو شیوه است. در این شیوه هم زودتر به هدف میرسن و هم میتونن که بالاخره زیر مجموعه شکایت ها که یک جایی کار کنن. چون کیسای استثنایی بهشون آمده، شکایت استثنایی بهشون راجع شده. اما از چند ولایت آمده است؟ تمام اعضای افغانستان آمده. تکت های انتخاباتی فمثال یک تکت انتخاباتی میگن خب آرای ما چیزی که لازمه برای ما نرسید، محلا رو مشخص کنن. چقدر کمیسیون شکایت این مرحله اعتبار خود از دست داده؟ حداقل چلنجی که در برابر تصامیم کمیسیون های ولایتی به دلیل نواقص حقوقی مطرح شده از جانب دولت. در سطح ولایت واقعا که نتونستن قناعت شاکر حاصل بکنه و مثل از اینکه شما نتایجی تو در اعلان کردین با مشکلات زیاد و مو باعث شد که 16500 شکایت بر کمیسیون های ولایتی شکایت راجع شد. اگر کمیسیون های ولایتی شکایت میتونستن قناعت شاکر حاصل میکردن، شاید امروز ما با 6500 یا 6300 دیگه مواجه نمیشدیم. ممکن در حد 1000 یا 500 یا 800 مورد استثنایی می بود. دیگه حال بیشتر دیگه کمیسیون شکایت انتخاباتی مرکزی متاسفانه که زیر هجوم قرار گرفته، زیر تمرکز است و یک ماموریت دشوار پیش خواهد. یک نگرانی از چندگانگی طرز دید کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان مطرح است. به گویی تلویحی آقای حکمت هم روزی پرداخت و تا حد هم نگرانی های تیم دولت ساز هم خبرگزاری وجود داره. فکر میکنین که اختلاف نظر در اینجا باشه، اختلاف سلیقه در اینجا باشه که بتونه اینا رو باش چالش کلانتر در پایان روز مواجه کنه؟ چشم پوشی نمیتونیم از این ریسک فیاض ما چشم پوشی نمیتونیم به خاطر از اینکه کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت هر دویشان از یک مجرا و از یک چنل اینها هم تعیین شدن، هم برخورد وارد کمیسیون ها شدن. حالا ما نمیشه بگیم که در کمیسیون انتخابات اگر این ریسک وجود داشت که اوجب چنگانگی و بالاخره چند صدایی وجود داشت، در کمیسیون شکایت نمیتونه که وجود داشته باشه. ما یک جلسه دیدم برای تمام اعضای کمیسیون شکایت داشتیم با رهبریشان. برای ما با قوت گفتن که فعلا کدام مشکل خاصی را نداریم و مشترک کار میکنیم، با یک تفاهم و یک درک کار میکنیم. امیدوار هستم که مقصد باقی بمانن، ولی خدا نخواسته اگر یک بار اینها با کیسای انفرادی مواجه شون و بالاخره یک چلنج بهشان به وجود بیاد و از طرف فشار باشه، چون فشار ما نمیشه که نفی بکنم. یاله میزای مطبوعاتی شما رو که مردم تحقیق میکنه
فشار احساس میکنن. فشار به این معنی است که هر طرف یک مجرا را تعیین میکنه، یک مسیر ترسیم میکنه و می خوب کمیسیون اگر این راستا کارش خود پیش برد قانونی است، اگر این مسیر پیش نرفت قانونی نیست. حالا که کمیسیون شکایت انتخاباتی تقریبا زیر فشار روانی انمی بحثا قرار میگیره، اگر این کار را بکنم با فلانی مواجه میشم، با فلان تکت مواجه میشم، اگر این کار نکنم با فلان تکت دیگه مواجه میشم، چون مسیر بهشان تعیین شده. و این نهایتا سخت است که واقعا کمیسیون شکایت انتخاباتی را شما بتونید که داخل رود با استقلالیت کامل تصمیم بگیره. از نظر پرنسپ سکوت پاسخگویی اجرات حقوقی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان که در هر سطح از اونا پرسان میشه چقدر میتونه قانونی باشه؟ آیا اونا از اجرات روزمره، از اجرات مرحلی باید پاسخ بدن که مبنای کارشان به اساس شکایت های درک شده و به اساس قوانین و طرز العمل ها اینی است، یا ای که باید خاموشانه اما حکم نهایی را بتن و در حکم نهایی هرچی بیرون شد؟ ما از بحث شفافیت نمیشه که چشم پوشی بکنیم. شفافیت مسائل مربوط به انتخابات یک امر حتمی است. قوانین ما شما سر زی تاکید کرده، مسئله نظارت، مسئله مشاهده، مسئله دسترسی به معلومات، مسئله اطلاع رسانی، ما در اینجا کدام چیز را به عنوان موارد مخفی نداریم. ولی امروز محاکم دایر میشه، محاکم علنی است، جلسات پارلمان علنی است. اما چون کمیسیون چیزی نمیگه، وقتی پرسان میگه مبنای کار شما در مورد این کیس چی است، اونا میگن که این فیصله است، ما در آخر باز میگیم. چقدر این طرز دید درست است؟ نه خیر، او فکر میکنم که شاید به اون شکلش قناعت بخش باشه. فردا روز ما باید کار بکنیم که فردا روز نتیجه و فیصله از بابت پذیرشش مشکل جدی نداشته باشه. اینها باید کارهای تکنیکی که انجام میتن با مردم شریک بسازن، در کدام مرحله قرار دارن، چی میکنن، چی نمیکنن، پلان کارشان چی قسم از ایده 15 روزی که حداقل پیشرویشان قرار داره با کدام پلان و برنامه پیش میرن. اگر اینا به مردم توضیح ندن. آیا شما ناظر کار اینو هستین؟ بله، خوشبختانه که ما چقدر برای شما شفاف بوده همه چیز؟ خوشبختانه که ناظر ما در اونجا نه تنها که یک ناظر است، بلکه حتی چون یک تجربه طولانی را با کمیسیون شکایت اونجا داره، کار میکنه، اونجا نظارت میکنه، در بعضی حالات مشوره هم میده برایشان که پیشنهاد میکنه و از کارشان راضی هم هستن. برای اون معلومات میه روزمره به ساکت مرحله تکنیکیشان چی از مرحله تصمیم بندی چی از تدقیق چی از این موضوعات برای ما چی میشه. در یک مرحله تصمیم گیری است، تصمیم گیری رو بازو کمیسیون شکایت انتخاباتی تا هنوز مثلا ما ندیدیم که او علنی باشه. در قضای قبلی شما پیشتر گفتین که باید 1,200,000 و 1,37,000 رای که اگر به گونه مجموعی پکیجوار روی زو کار شوه میتونه حجم کاری که میسون شکایت انتخاباتی را هم کم کنه و به شکایت هم رسیدگی شوه. اما برخلاف از این به گونه محلوار که میسون کمیسیون مرکزی و کمیسیون ولایتی را بررسی کردن و همی هم در سطح ولایت با چلنج مواجه شد، در یک ولایت تایید، یک ولایت رد، یک ولایت استثنایی و از صحبت های کمیسیون مرکزی هم معلوم میشه که عین قاعده را اینا در بررسی ها تعقیب میکنن. چقدر این روی کارت میتونه حداقل مغایر نص قانون باشه، چقدر میتونه موافق نص قانون باشه و نهایت همو فاکتورهای قابل نگرانی در این مورد چی است؟ مجلسی که دیروز ما داشتم، یعنی پیدا همو یافته ایم از مجلسی بود که هنوز کدام تصمیم گرفته نشده این مورد که اینها در مورد قضایای استثنایی چه قسم برخورد بکنن یا بالاخره به شکل انفرادی پیش برن. کار تکنیکی و مطالعه را آغاز کردن، تیمای تکنیکی خود مصروف ساختن که باید مطالعه بکنن. به گونه فرض مثال یک شکایت در یک ولایت رد شده، در ولایت دیگه مثلا قبول شده، او باید دوسیه رو مطالعه کنه که چرا بالاخره اون رد کردن، دلیل چی بوده، چون استنافخویی بوده، سرش استنافخویی صورت گرفته. اما اونها هم هنوز سر از این بحث میکنن که بالاخره در عین کیس دو اعتراض درج شده، اما از جانب تیم ثبات و همگرایی هم از جانب تیم دولت ساز. ثبات همگرایی بر تاییدش تاکید داره و ثبات تیم دولت ساز بر ردش شکایت. حالا در این وضعیت طرز دید حقوقی که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بر شما معلوم است، مطابق چی کار میکنه، چی گونه؟ من پس یاد داشتم که کیس های انفرادی که برشان آمده خود امروز که تقریبا کار خود آغاز میکنه، ما بینید که ما مطالعه میکنیم، تیمای تکنیک باید مطالعه بکنه، اما کمیسیون مرکزی شکایت که 5 نفر کمیشنر هستن، اینها باید تصمیم خود بگیرن که فرمثال اینها برن به شکل کتلوار موضوعات حل فصل بکنن یا واقعا برن به طرف قضای انفرادی. ما آنچه که دیر از مجلس با کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتم امیر پیدا کردم، یعنی هنوز تصمیم گرفته نشده، سر از فکر میکنن که بالاخره کدام راه برشان هم معقول میه، هم مطلوب میشه و هم به نتیجه زود میرسن. دیگر ببینن که بالاخره پیشرفت یک روز و دو روز بعدی چی واقع میشه. تا به حال چه تعداد آرا در سطح ولایت ابطال شده؟ ما از کیس های ابطال خوش مخبر هستیم که یک غور مسئله ابطال داره، دیگه مسئله باشماری تفتیش در ولایت دیگه هنوز آغاز نشده. شما میفهمید که هنوز چند نظری بین کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت سر مسئله لست و جزئیات لست جریان داره.
قاعدتاً باید کمیسیون ولایتی بحث ابطال یا تایید مطرح میکرد یا فکر میکنید که به گونه کلکتیفی حجم کار آمده به شانهای کمیسیون مرکزی بار شده؟ بیشتر برای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی راجع شده. او موارد که بسیار جنجالی بوده تقریبا کمیسیون ولایتی تا حدی کوشش کردن که خود از بار مسئله خارج بکنن یا راه احتیاط اختیار کردن که بازشماری تفتیش یا به حالت استثنایی تبدیل کردن. اختلاف نظر بین بازشماری و تفتیش بین تیم دولت ساز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی سر بیرون کرده و تیم دولت ساز شدیداً اعتراض داره نسبت به بازشماری آرایی که مراکزی که تکرارن بازشماری شده. عین دیده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم داره و کمیسیون انتخابات دیشب آقای امروی آقای ننگ ما صحبت داشتیم، اونا گفتن که ما در این مورد خواستار وضاحت شدیم که آیا محلاتی که یک بار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رو بررسی کردن باید بررسی شود یا نه. فکر میکنید که اختلاف نظر چقدر میتونه یک چالش باشه برای این دو کمیسیون؟ ما اگر قانون اساس و کنده کار خود قرار بدیم فکر میکنم که ضرورت به هیچ نظری و به هیچ مشکلات نیست. ما نتیجه ابتدایی را اعلان کردیم و برای طرفهایی که زینف هستند فرصت قائل شد که حداقل شکایت خود را راجع بکنند. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی به می خاطر جور شده، ایجاد شده، پنج کمیشنر کشیده، سرمایه‌گذاری کسرا گرفته، مصرفی که به سر میشه، بودجه که برای داده شده، به خاطر ازی است که عدالت تامین بکنند. نهایتا یک جای کار ما اشتباه داشته، کار شما اشتباه داشته، به کسی به حساب یا عمدی در کار بوده، کسی که زینف است و بالاخره فرصت پیدا کرد شکایت کرده. این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلفیت داره بر اساس قانون بالاخره به او رسیدگی بکنه. رسیدگی از یه ابطال در بر داشته میتونه، اعتبار در بر داشته میتونه، با شماری تفتیش در بر داشته میتونه. این حال در اینجا بساب نه که تکتای انتخاباتی و نه هم بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات که بیا کمیسیون شکایت انتخاباتی چلنج بکنه این کار باز نمیتونن. بحث هماهنگی مهم است. هماهنگی به این معنا که شما بر مثال در ولایت X میخواین که پنج محل شمارش مورد بازشماری تفتیش قرار میدین. خب ضرور است که برای کمیسیون انتخابات ایلست حداقل ترتیب شود که شما کدام پنج محل از کدام ولایت هستن، از کدام ولسوالی هستن، برای کدام مراکز میشه. خب صحیح است معلوم شود دلیل بازشماری که شما بازشماری که به هدف انجام میدین. آیا تفاوت بین آرای بایومتریک و غیر بایومتریک ریزلت شیت است یا بالاخره در اونجا مسئله اهمال نفوس است که آثار و علائم تقلب شما پیدا میکنن یا مسئله تصویر اسناد است. یک چیز باید واضح شود که حداقل شما باز با او صندوق سر میزنید که تفتیش از این بشماری او در واضح شود و به خاطر که به اون دلیل او بشماری میشه که طرفا اونجا. اما ای که باز بیا هر کس از کمیسیون شکایت خوباتی باز وضاحت بخواه و او را پاسخگو بسازد در این سطح آنچه که ننگ گفت نواقص کار در امو پلانی که طرح شده کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بود که اونا خواستار وضاحت بیشتر در مورد شده. چقدر کمیسیون بدون دقت و بدون محاسبه کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بس تفتیش یک مرحله برای کمیسیون مستقل انتخابات سپرده و رد از این میتونه باز یک بار دیگه یک چالش دیگه باشه برای کمیسیون شکایت؟ ما شاید درک ما این باشه که ما زودتر برای مرحله بازشماری تفتیش شاید نره و خاطر از اینکه کمیسیون شکایت اول میخواد که پیدا بکنه که سر 5300 محله که کمیسیون ولایتی فیصله کردن که با شما تفتیش بره آیا استینافی هم صورت گرفته یا نه. ممکن یک کمیسیون فیصله کرده باشه که اینی محلات بره با شما تفتیش ولی شاکی بره قبول نکرده باشه با یه فضل بساب خیلی واضح آثار علایم ایچی هست که باید باطل شده که قبل از او باید استینافی بررسی استینافی تر بشه و بعدش باز بره اینال اگه اونجا بساب بوای اف با شما تفتیش انجام بدن باز یک کمیسیون باز تصمیم بگیره که نه او باطل شده یا بالاخره باز با شما تفتیش به هدف دیگه فکر میکنه که جنجال زیاد میشه. مرحله پیچیده است. به قول شما وعده کرد دورنما چی میتونه باشه اولش؟ ما فرصت در پیشوی خود داریم فیاسه، یعنی چیزی نیست کم از چیز تاریک باشه. فرصت این است که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی بیشتر چیزا واضح است. از روز انتخابات که اینها 6000 ناظر در محلات داشتن و بودجه هم در قسمت مصرف کردن خودشون باید پاسخگو باشه که راپور اجرا در مورد محلات چی میگه. یک معلومات اینها داره مکمل. دوم شکایتی که صورت گرفته، تصامیم که ها انجام دادن و بالاخره باطل کردن و بازشماری کردن، تفتیش کردن پیش از اعلام نتایج ابتدایی هم برشون معلوم است. با شماری تفتیش که خود کمیسیون انتخابات در 27 یا 34 ولایت انجام داد زیر نظارت از اون واقع شده. اینا شکایت هایی که در سطح ولایت سر از اون محلات بوده بالاخره استینافی که گرفته برای جای یک پکیج معلومات سلسله وار بهش موجود است. از طرف دیگه هر کسی که شکایت کرده خو اسنادم داره، مدارکم داره، اثباتم داره، هر چیزی که داره اینا همش مطالعه میکنه یا میتونه که خوبتر به نجیب رسن. ولی شرطی است که یک سیستم برش، یک مسیر برش درست ترتیب تنظیم شود که هم زمان مراعات شود و هم از کارهای اضافگی که دوبار سه بار شما تفتیش و با شماری صندوق باز کو صندوق بسته کو که اینجا کیو کد ریدر نیست که اینجا مثلا کارمند نیست این لیست برای من داده و لیست برای من داده از این موضوع جلوگیری شود. نتیجه کار یا پایان نتیجه کار که کمیسیون شکایت انتخاباتی یک چلنج ذهنی بین تیم‌های انتخاباتی و افکار عام است. کدام موارد که کمیسیون شکایت انتخاباتی حکم نهایی را میده که کسی نمیتونه او را چلنج کنه؟ کدام موارد
حکمش به چلنج کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مواجه بشود. تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی نهایی است. فقط در دو مورد که در صورت کمیسیون انتخابات میتونه که امرای کمیسیون شکایات مشترکاً در یک کمیته موضوعات حل فصل بکنه، هرگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی آرا یک مرکز باطل میکنه، محل رایدهی نه، مرکز یا حوزه انتخابات. خب ما 34 حوزه یا 35 حوزه نداریم که او بس باشه، کل کشور یک حوزه انتخاباتی است. دوم، در صورتی که کمیسیون شکایات بخواهد نام یک کاندید از فهرست حذف بکنه، بله، در این دو صورت بسیار اینها میتونن کمیته مشترک جو کنن، در کمیته مشترک جرامت داشته باشن، توافق بکنن، بسیار خوب. اگر نه باز بس میره به کمیته. چقدر اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بخواهد با یک نوی در برابر تصامی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بیسته، امی موارد میتونه تبارز کنه بر نهایت؟ ما زیاد در این قسمت بدبین نیستم، به خاطر از اینکه اول اینجا بحث آرای بایومتریک است. آرای بایومتریک ممکن در یک محل هم یک 50 رای استعمال شده باشه، تفاوت 10 یا 15 یا 20 یا 40 50 متر که او علف فصل شود. این که بیاید در کل سر یک مسئله مرکز واقع شود، باز در مرکز بالاخره باز کمیسیون مستقل انتخابات هم روش کمیته جو کنه، شاید او بحث ما به اصلا نرسیم و بحث کنیست که اصلا دیگه مطرح نیست که فعلا کمیسیون شکایت تصمیم گذاشتیم. در این مرحله نیست. ما تا جایی که امرای کمیسیون شکایت بحث کردیم و موضوع شریک ساختیم، گفتن که ممکن در او حالت ما نرسیم که بیایم بالاخره آرا یک مرکز باطل بکنیم. چقدر ممکن است کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بر اساس تقویم موجود بتونه به نتیجه برسه تا یک تقویم جدید؟ ما در این قسمت بازیات چی نیستم، مطمئن نیستم که واقعا در ظرف 15 روز، نظر به یک طرف که سطح شکایت بسیار بالا از استینافی، از طرف دیگر هنوز کار کمیسیون های ولایتی که فیصلهاش تطبیق نشده، این بحث دو و سوم، بعضی تصامیم جنجالی هنوز بر روی میز کمیسیون شکایت واقع شده تا که مطالعه درست نکنن و بالاخره اقدامات قبلی و آنچه که بالاخره روی میز رو درست مطالعه نکنن، شاید تصمیم. پرچالش ترین کیس چی میتونه باشه برای شما با کمیسیون شکایت؟ برای کمیسیون شکایت انتخاباتی پرچالش ترین کیس این می است که مستقلانه تصمیم بگیرن بدون از اینکه ترس و حراس و فشار از بالا بر خود احساس بکنن. چه قیف فشارا فکر میکنم متصور است برایشان؟ این فایس و موتو ببینید که این بحث ها وقتی که دو طرف بحث میکنن چقدر جدی، هر کدامشون میگن که ما مسیر قانونی داریم و چیزی که ما میگیم قانون است دیگه، طبیعتا که بر از وا این سخت تمام میشه. آیا فکر میکنید که فشار سیاسی دیگه هم باید باشه که اونا رو محدود کنه با آنچه که قانون حکم میکنه، از چشم پوشی کنه؟ این رو بسا ببینیم که در ظرف چند روز آینده بخواهی پنج کمیشنره که در کمیسیون شکایت کار میکنن چقدر واقعا منحیث یک بدنه و یک تیم کار کردن میتونن، آیا اینها واقعا بالای اصول و رهنمودا و پروژراب استاد میشن و یا ای که تسلیم میشن برای دو مورد است که تقریبا خیلی با اختلاف نظر جدی بین دو تیم مطرح شده، همزمان دیدگاه حقوقدانا هم در ارتباط به خیلی واضح است. یکی بس تفاوت چند رای، پنج رای پایین و بالا که این طرز العمل در تناقض با ماده 61 قانون اساسی افغانستان قرار گرفته، 50 جمع 1 یا بیشتر از 50 رای که یک رای میتونه شامل بشه، و بس سقف آرا، بس چتر زمان. چقدر که میسون شکایت انتخاباتی افغانستان ممکن است مبتنی بر طرز العمل که میسون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم بگیره تا آنچه که تیم رقیب دولت ساز ادامه کنه و نهایتا در مورد زمان نهایت تصمیم چی خواهد بود؟ برای که میسون شکایت انتخاباتی فرصت بسیار خوب وجود داره، یعنی در حالاتی که برشان وضعیت مقدر است و به نحو دو طرف فشار میارن، راه های وسطی را هم دارن که حداقل در اونجا مسئله با شماری تفتیش میتونه که بسیار خوب مسئله را حل فصل بکنه. او دیگه نه روی یک کاندید میبیند یک تکت میبیند، نه روی دیگه تکت میبیند. آنچه که بالاخره در واقعی روز انتخابات ما پیشتر گفتم که اینها گزارشات خود دارن، از روز انتخابات شش از نظر شما چی بر شما راپور داده، یکی دوم شکایتی که بر شما راجع شده مربوط به کدام محلات سر کدام موضوع بوده، تصمیم گیری گفتن پیاده شده تطبیق شده نشده، در با شماری تفتیش شما چی پیدا کردید. اینها منابع کافی را در اختیار خود دارن، مهمی است که از این منابع درست استفاده بکنن و دقت داشته باشن. بسیار تشکر آقای رشید عزیز، حضور یافتید. تشکر از شما میندازید که تا ایدم بحث ما را دنبال کردین.